گروهی از قانونگذاران دموکرات برای جلوگیری از اعمال ممنوعیت مسلمانان توسط دولت‌های آینده با توجه به شرط بندی‌های خود در مورد بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید روز گذشته لایحه‌ای به نفع قوانین مهاجرتی ارائه کردند. قانون ضد تبعیض برای غیر مهاجران که توسط سناتور کریس کونز و نماینده کنگره ارائه شده است، قانون مهاجرت فدرال را تقویت می کند تا از تبعیض بر اساس مذهب جلوگیری کند. گفتنی است دونالد ترامپ پیش از شروع به کار مهاجرت مسلمانان را ممنوع کرده بود و اکنون به دنبال بازگشت به ریاست جمهوری برای دوره دوم است. کونز گفت ممنوعیت مسلمانان توسط ترامپ بیرحمانه بود و ما باید اطمینان حاصل کنیم که این سیاست بیهوده هرگز تکرار نمی شود و هیچ مقامی از روی تعصب برای تبعیض بر اساس مذهب یا ملیت اقدام نکند. بینندگان عزیز، از غلام حسین جلوانی، خبرنگار و فعال رسانه از واشنگتن، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای جلوانی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جلوانی، به نظر شما هدف تدوین کنندگان این قانون چیه؟ بفرمایید. اول سلام عرض میکنم و از حضورتون میخوام ببینم من چقدر فرصت دارم که به سوالات شما جواب بدم. تقریبا آقای جلوانی 4 دقیقه. بله. عرض به حضورتون که دیروز چهارشنبه 7 اوت 2024 برای دومین بار یک حرکتی انجام شد از طرف دموکرات ها برای اینکه یک سری از تبعیض هایی که زمان ترامپ ایجاد شد دوباره اگر ایشون انتخاب شد اینا دوباره به اجرا در نیاد. البته خب این کاری فعالیتیه که نمایندگان میکنن، منتها ترامپ همون دفعه اول هم از اکسکیوتیو اوردر که یک انتخابیه که برای رئیس جمهور هست که میتونه فراقانونی کار بکنه و رئیس جمهور را در مواردی استفاده میکنن و اون هم استفاده کرد و یه سری کارها رو انجام داد، از جمله مسلمان های 7 کشور رو که به اضافه ونزوئلا و ونزوئلا که کشوری اسلامی هم نیست، این هم و کره شمالی، اونها را هم ورودشون به آمریکا چیکار کرد؟ ممنوع کرد. بله آقای جلوانی، این قانون چگونه میتونه از مهاجران به ویژه مسلمانان حمایت کنه و راه را بر برخی رفتارهای ضد مهاجرتی از سوی برخی از افراد از جمله ترامپ حتی در صورت پیروزی در انتخابات ببنده؟ خب شما ببینید قوانین در آمریکا جدی باش برخورد میشه، اینطور نیست که بتونن هر کاری بتونن به انجام بدن، منتها در یه مواردی هم رئیس جمهوری قدرت داره که اکسکیوتیو اوردر استفاده بکنه و خب این وجود داره دی. هر دو تای اینها هست، منتها اینها سعیشون رو دارن میکنن چون که میدونن که چه تبعاتی داره اگه که کشورهای اسلامی نه اینجا، چه تبعاتی برای خانواده هایی اینا داره، حتی برای خود آمریکا داره، چون خیلی اینها حداقل اینها یه چند میلیون مسلمان خانواده دارن، خودشون اینجا هستن و تمام اینها اثر داره، اثرات اجتماعی اقتصادی در حال و آینده خواهد داشت. اونها که عاقل هستن و خصوصا این دموکرات هایی که میدونن که خیلی آزاده هستن، لیبرال تر هستن، اینها به این چیزا اعتقاد ندارن و پیگیرش هستن. البته 100% با این محکم برخورد خواهد شد، منتها ترامپ الان یک پدیده نوظهوره و ما واقعا سراغ نداریم که رئیس جمهوری که اینطور سولو عمل بکنه و زیاد هم به قوانین اهمیت نمیده، کار خودش رو میکنه. خطر وجود داره برای مسلمان ها، یک مسئله عادی نیست اگه که ترامپ بیاد سر کار، برای مسلمان ها به احتمال زیاد خوب نخواهد بله. بود در بله. آقای جلوانی، شما به عنوان یک مهاجر ساکن آمریکا در صورت پیروزی جمهوری خواهان وضعیت مهاجران به ویژه مسلمانان را در آمریکا چگونه پیش بینی میکنید؟ البته من میتونم بگم که موردیه، اگر کسی مثلا خب چی نگاه میکنن، پروندهش حتما نگاه میکنن،
اگه ببینن که واقعا این هیچ وقت مشکلی نداشته، ایجادی اشکال نکرده، پرونده قضایی نداره، اینا احتمال داره که به اینا کاری نداشته باشن. ولی کسی پرونده قضایی داشته باشه یا پرونده سیاسی داشته باشه در اینا، یا مثلا امکان داره زدی چیز باشه، زدی ریپابلیکن باشه، احتمال من این احتمال میدم، امکان داره که خب اینا رو حتی صحبت های بین مردم عادی هست که بذارندشون تو کمپ، ملازم کنید حتی بذارندشون تو کمپ، یا معاملاتی دیگه، یعنی خیلی داره معاملاتی میشه، داره خیلی حساسی زده میشه، منتها غیر ممکنه که الان بتونیم پیش بینی بکنیم با ترامپ. منتها اینطور هم نیست که اون هر کاری بخواد بکنه. بالاخره 50% آمریکا، نمیدونم سیاهان، نمیدونم این ایمیگرنت ها، اینا که چیزه وایت نیستن، سفید نیستن، اینها تعداد، اینا تعدادشون کم نیست، اینا نمیتونن ساکت باشن. بله، با تشکر از غلام حسین جلوانی، خبرنگار و فعال رسانه از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.